أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. اللهم خیلی خوشحالم که در جمع شما عزیزان حضور دارم. سلام بسیدنا لیگر تکشن رو گیم تم ریچن گتوشن رو میفتیل شیدیم دولم لیگر تکشن. وقتی که بحث وحدت اسلام میشه بعضی ها خیال میکنن که وحدت چیزیه که تو سالهای اخیر به واسطه انقلاب اسلامی ایران به وجود اومده. وحدت اسلامی اسلامی چی دل زرمانا کچی قسم دارو دیوار که جاسن لجوب لجوب نا نمزی جوب نا لجوب لجوب های مانو خمینی که به انقلاب بگنا لنکن مسئله این کنجسی رو دوزن بید کچی نیست. در حالی که وحدت خدمتش به زمان ائمه علیهم السلام میرسه و ائمه سفارش های بسیاری دارن و خودشون پایبند به این موضوع بودن. این موقعان دیگه چی بیل بود من گوی کنه مدر سما امام علیه علیه السلام ازگان دمزر محسومی رو دمزر جو دروی نیوز دو ازگان دیگه امام نیست مدر محسوم نیست لیگن از حساب اصلاحی قسم بولید. امام علی علیه السلام در نظر می گرفتن که اگر اسلام ضعیف بشه
هم شیعه ضعیف میشه، هم سنی و عموم مردم ضعیف خواهند شد و دشمنان اسلام از این وضعیت بهره برداری خواهند کرد. حضرت علی شاه قسم جو نمی دونیم که اسلام ضعیف شد، شیعه ضعیف کمزور سوسی کلت چچه، شیعه هم کلت چه دارید در سنی کلت چچه اور سنی شیعه نیز که کلت سوسی اسلام کلت چه دارید در مرگه هم رگول بیده و سنیت چچه مرگه هم ندیکه رگول چه این زربان ایمان که قسم جو اینیم. همه ائمه دیگر هم همین مسیر رو دنبال کردند، حتی اون وقتی که جان خودشون رو برای اسلام فدا می‌کردند مصلحت امت اسلامی رو در نظر می‌گرفتند. دلالم پیکار در سامون داما درولیس کتیم امام علی شاپ دلالم پیکار سامون درولیس کتیم اور گا بیور بی گا نمزن روز بی دستون بی آفون تیس پرو بسان سکور اتان سین اتی توسی امام نیس گا توسی شپی امام نیس کنتسترون سکور اتان سین چمزو گرگزوی بینا خونس جان پلائی بسی. امام حسین علیه السلام وقت قیام میکنن یه شعاری دارن، یه بیانی دارن، میفرمایند علل اسلام السلام از قد بلیت الامه براین مثل یزیدن، یعنی این که فاتحه امت رو باید خون، بر اسلام باید سلام داد. هنگامی که امت واژه امت رو بنا دوچار حاکمی مثل یزید بشه. امام حسین که خود در حدیث نسخه بودی یا تنگام اتصایوز کسرموز لیلی آخر می دجوب کرد که امام که خود قیام آخر بکا کسرموز اسلامی کا سلام کی نامستان یزید چوشی کوئی گوبا کرد چند رکنه امت زرزست، لفظ امت کنس، امت یعنی شیعه سنی با ما جوکشه رسید، شیعه سنی سکرمید، امت اگر که تو یزید زخشی بگر و خوب نرگنا، اسلامی فاتحه بچه سنسین یعنیم، اسلام چو دینده کسر موسیم هم موسیم کنم. حتی تو بیان سایر ائمه، امام زین العابدین علیه السلام یه دعایی دارن به نام مرزداران. مرز؟ مرزداران. امام زین العابدین شب به در صورت بقیه هم معصومی شب من کسر بود خصوصا امام زین العابدین شب به دعا و نه دعا چی چی بود دعای مرز مرز دارن مرز دارن مرز دارن سرحد یود کنزه سرحد نه بس. یعنی این که کسانی که از طرف حکام مأمور شدن که حدود کشور اسلامی اون منطقه که حالا حکام می بودن که با ائمه خوب نبودن اما حدود کشور اسلامی رو حراست کردن، خب امام زین العابدین برای اونها دعا میکنه. یعنی امام کردی دعا و دونجو که درجو دست نسیل پادشاه نیست، حاکم نیست، حکومت بسه کشی در مشروع بس برکه شروع بس سرحد جا شروع بس. امام خریف یک خود حکومت مسئله مت بین که سرحد جا سه دو آیتی دو مزن دو کنتی اسکال این ضربه مت بین حاکم اون اسکال بس کل بس جا سه دیور بین اسکال دیور بکر اسکال ضربه مت بین امام اون اسکال اسکال آخر که دو کسی از گران کم نمینا سرحد که دو کم نمینا دعا امام شاید بس مرسوم بس از برسی اینزو تمام اون تمام امت اسلام ذیل یک عنوان به نام اسلام گرد هم اومدیم. اگر این اسلام ضعیف بشه ذیل شیعه ضعیف میشه، سنی هم ضعیف خواهد شد و اگر اسلام قوی بشه هم شیعه هم سنی قوی خواهند شد. بولمی تونتو خودو که ایمان میشه دعایانو زمستوریدیو که اسلامی و دیگه سرحال قانون اسلامی حکومت رو مضبوط کرد و چند کرد در این کام در ما انچان چچن، کچن چچن، شترو چن چچن در این فرد چنه تو شیعه دو سنی زده نیسکا انچان چچن. منازعات ما با هم فقط اسلام رو ضعیف میکنه. مدام سوس و نسوسی تم تغار کو میشن شستوس صرف اسلام کو کمت بچه کمت بایانچان چچنه. مثلا به طور مثال حالا یک نمونه کوچکش در هند، اگر شیعه و سنی با هم منازعه کنن درگیری داشته باشن اسلام تو هند ضعیف خواهد شد. مثلا در هندستان این دو زرمه هندستان این در شیعه و سنی زرمین دوب در سن سوز گرمین دوب در اگلن چند سچه مین چچه صرف اسلام کو کمزور چچه اسلامی کا رول چه میشون. اگر به هم کمک کنن که
پیشرفت کنن، هم شیعه هم سنی، خودشون رو یکی بدونن که همشون مسلمانن، تحت اسلامن. اگر همه کمک کنن که پیشرفت بکنن، وقتی که اسلام بالا بره، سنی شیعه هر دو با هم بالا میرن. وحدت به معنای دست کشیدن از عقاید هم دیگر نیست. این نیست که شیعه سنی بشه یا سنی شیعه بشه. چقدر زرگان است که رادیو میگن که مدام ماتی سامزونی که من لقب نده اس سامزون رو جوکس با شیعه از کلیش هست با فرانسه کلی سامزون فرانسه سونی رو با سونی کلی سامزون فرانسه شیعه رو با دو زرگان میبینی. به معنای اینه که دشمنی ها را کنار بگذاریم، سعی کنیم با بیانی که قرآن بیان میکنه که با قول لینا حرف خودمون رو بیان بکنیم، عقاید خودمون رو اظهار بکنیم، اما دیگران رو باشون دشمنی نکنیم. زیر بسپرابی اون که مدی میجید باید کنیم لسون سب چک چوب باید مدی مسئله رو کنون سب دون سب هر در چسب در زیر اتحاد اور نرمی بس نرمی شکا کلی بس برای تانسه شوشون شوشی یک کنی مسئله اون زیر چک دویم بار زیر پیامبر اسلام میفرماید من مأمور شدم به دو موضوع، یکی تبلیغ اسلام، همون مقداری که به تبلیغ اسلام مأمور شدم به مدارای و مردم هم مأمور شدم. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یک اپوسی کسان موسیقی اساس وحدت اسلام به اینه که رفتارهامون رو اصلاح کنیم، نه عقایدمون رو. اسلامی چیگری اشکان کنه پراک و بنیاد کدویم که ماتی سمزون بدل باییم، ماتی غلط سمزون بدل، اقیدا ماتی چیز لکسون بدل بچست که میل سمزون بدل بچست کنیم. منظور این نیست که از اندیشه های تشیع خودمون کوتاه بیام، یا سنی بیاد شیعه رو بپذیره یا شیعه سنی رو بپذیره. منظور اینه که رفتارمون رو رفتار دوستانه قرار بدیم. دی تون تو پیومن که شیعان از کنتی سمزور و کنتی چهز لکس با فرانسه سنی شا سنی و کنتی چهز لکس با فرانسه شیعه شا دو زرمن زر بی تون تو پیومن که مدن شیعه در سنی نیست گریت سه زم سه چک نه چک هاو سه چم سه دو پارا اتحاد چک دن زره. سخن در این باره خیلی زیاده. من یک کتابی دارم به عنوان پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت. Deci mai ai lucru spera, mai mai mult. N-aș și obiți de sigur pe șvaiane și ai pe șvaiane la dartele. Iani că ce grile la ne-am întrucat și ai gobon, zile și obiți de sigur. الحمدلله این کتاب رو آسان قوس به زبان اردو هم ترجمه کرده. کسانی که میرن زیارت حضرت امام رضا علیه السلام میتونن از حرم امام رضا دریافت بکنن. دشوقو حرم امام رضا از استان قدس را اردوی کنه از اصیل یک تن زیارت داشت که کامل لواده نمی اردوی مهدی مسعری شوکو ترچه اردوی کنه از اصیل کنه شوکو زخم سرو نوچه بشی. تمام این کتاب روایات اهل بیت در مورد لزوم پایبندی به وحدت اسلامی و دنبال کردن این مسیر. شیعه شوسی بابان در بدن این مطلب رو سماجوزیونی برای نوز برسی یک که پونه پیانیست مدی چوز بو یرگت شما میدن سمسی در بدره خورسه زکان رو نویش رو نوز برسی. خلاصه عرض من این که اگر ما به وحدت اسلامی پایبندیم، اون رو دنبال میکنیم، مسیریه که اهل بیت بر اون تأکید کردن و
اگر میخواییم شیعه اهل بیت باشیم باید این مسیر رو دنبال بکنیم. نیست براز در چه دوست که ما ندیگره چند که نتن این ماسومی رو نیست مجبه کسر بکر درور کم دزن چه چند که نرسن نتش یاسومی رو زیر با چگیر بسیر دوب نا مهم شمولیس نتن از اشکنی رد بکر درور این مدت نمازی چه چند نیست بریم اون تا بودیم. تشکر میکنم از علمایی که تو این جمع حضور دارن و امیدوارم که این دیدارها بیشتر صورت بگیره و ما بتونیم تعاملات بیشتری داشته باشیم. شعبان و معدن علما از اجرسانی مزارد که دو تخصیم کارتنس، دو تخصیم دوتا، دو تخصیم جمع چچه، اتا جمع چچه سپو یعنی یوم بیرم زود اما که ما وطا غریق شد، بچه شد، آدون وطا دیگه خوش بیشی شدیم، نزدور اجرسانی مزارد ارواح گذشتگان، شهدا، امام خمینی، سلامتی مقام معظم رهبری، صلوات این را جناب آقای رامین اخون قرشایی امام جمعه آقای جماعت که من استقبال میکنم از السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. خدمت شما سروران گرامی و حضار محترم، به ویژه علمای کرام عرض سلام و ادب و احترام دارم و خداوند متعال را شاکرم که در چنین مجلس مبارکی شرکت نمودم. انتان شبان اما علمان انتان اما اجود سری مزره دومیم بایم با خدا لجیبه که دیزوز مجلس اینم کارتان سنن و کنچه سن بیره خدا لجیبه. یکی از دستورات قرآن این است که آحاد ملت اسلامی با یک دیگر متحد باشند، دست در دست یک دیگر بگذارند. قرآنی حکمون انا چیز دوریم که مسلمانون چیز بیر سانسه شوسن و شوسی لپن لپجر سی نمو درون در بو قرآنی حکمیم. نقطه مقابل این آیه اختلاف است. اختلاف میان مسلمانان، یک اته دیگر را تکفیر کند، لعن کند، خود را از آنها بری بدانند. قرآنی مسلمانون تنیر لادی خلابا لامی دست بدو اینکی مطمئن سنسو و چنس با مربیس با سنسوی که لعنتان بیزه بازده این کنند دمین زرن چی روست؟ این چین چیزی است که دشمن میخواهد برای اینکه ما با هم نباشیم، اتحاد نداشته باشیم.
دو جولاشی که میرگرد همون اسمتی که نظری دادم دولت از بیت در این گلدنه که مطمئن چیز بری بیشه چا مطمئن اتفاق بیشه چا اتحاق بیشه چا سو نسو چا دروچا دو دشمن از میرگرد همون اسمتی که نظری مطمئن دوم دیدن میگرد. خداوند برای متمایز کردن مسلمان از کافر نشانه های ظاهری قرار داد. خدا سمازد که خوست مدام مسلمان رو پیلی معیم در بردون مسلمان این کنم در مسلمان این کنم برفز ببینه تقصنه هچی شزده بسه تانسیم که همون گفتن شهادتین است من قال لا اله الا الله دخل الجنه. دوباره چیزی که نکریمون این که سوچی کسی لا اله الا الله حضرت من آقا جنده ترموش ایشن. در عقاید ما می فرماید الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی هر کس لا اله الا الله محمد رسول الله را با زبان بگوید و با قلب اقرار کند او مسلمان است و بهش داخل می شود و جان و مال او از تعرض مسون است. مدید شیخ دوسی عروس پرویو که لا اله الا الله کتوس و زرنا که چاپ استرمون و دیگه واجیب که مال استرمون و دیگه واجیب که حرمت احترام زخمون و دیگه فرس چیزه. مدید شیخ دوسی عروس بسپرویو سریون. هرچند در بین امت اسلامی افراد جاهل به گروهی تکفیری هستند که به نام اسلام سایر برادران مسلمان خود را تکفیر می کنند، اگرچه یودان در اسلامی امت اسلامی رو چوپه گوشت چوپه تکفیری زیره کنی سنسو کاتر شوسته سنسو سدور شوسته کنپر گره سنسی کورن چی یود. ولی این را نباید به حساب آموزه های دینی یا اهل سنت گذاشت. مگر دیو چون سنن مدی زبلوک سنن چزلوک سنن جاپه این چمین که ها مدی چون سنن دیو یود زیره دیو چون سنن یود بسپرمین دیو کنت جنده هم بخشوش بسپرمین سنسوی که لانتان تانچا دو کنت جنده هم بخشوش بسپرمین مدی چون سنن مدی چون سنن یود بی. چرا که دامن این آین از این دستورهای غیر الهی و غیر انسانی مبرست؟ چرا بنا دی اسلامی دامن بو ریستید بو از پاسون دیون سرداما دیو جو اسمت چیزونی سیگرالی نگر سرداما سرداما. و این رفتارهای غیر انسانی را باید برخواست از افکار آلوده و غیر دینی و غیر عقلی فرد مسلمان نما به حساب آورد. به این رفتارهای غیر انسانی دیر روز رمزون دیر روز رمزون که اسلامی چو سبکاری نم دیون گامی گا سیبزک چجایی حساب کتاب چجایی. لذا عالمان جهان اسلام باید به میدان آیند و با تمام قوا با فتنه تکفیر مقابله کنند و چهره زشت و سخیف آنها را آشکار نمایند. در این بس بستر رو دویدیم که اسلام ایشت خانم گاما یون شی میدان و یون سد تکفیری نیم با زگرچا بشی کن و مقابل بشی این تن ایلاشون گاما موزی تکسیمه دو پامتن گلچنیم. وحدت شیعه و سنی در کشور ما ایران مثال زده نیست. شیعان سنی چی بیر بو ما چی جود ایران ایرو ما چی ریاستید ایران ایرو من مثال لطن بگر می چی شیدیم. فرامین دین مبین اسلام در کنار رهنموتهای حکیمانه مقام معظم رحمتی سبب شده است اقوام شیعه سنی در کنار هم زندگی برادرانه ای داشته باشند. اسلامی چوسی حکمون فرمانون مقام معظم رحمتی کپه دستور نکه کپه تاریخ به خوبی نشان میدهد که انسان ها هر جا متحد و متفق عمل کردن نتیجه خوبی گرفتن. تاریخ سرکان اصلاحی و دارد سچی که چیگری بسه سینچی کچی بسه دوبنا در اون به نتیجه و نده فایدان نگه نرگلی توسه زرین داستانی. تجربه ایران نشان میدهد که تنوع قومی تهدیدی برای وحدت یک ملت نیست. ایران تجربه است، ایران اسپیس پروس مردان است، تارد ایران ایرسون خانه تجربه است. لوسمن ندوکچست بود. شما چیگا الگ الگ خلق بسید دوکچست بود مطانا بود و احتلاف این دوکچست بود. چند مطانا فنکی رو می چیشی بود مطانا دندگ میمچون.
بلکه اقوام مختلف چنان اعضای یک پیکر واحد در مصائب زندگی یار و یاور هم دیگرن. گرچه دنیا در یک دیگر چون میون گا ما اینجا خوان رو چیک چی بی شست نشلون در چون سر چون سیم به قول شاعر شیرین زبان سعدی شیرازی بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن چوز بی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. سعدی شیرازی زسمی سران چوز بر که زسمی سعدی شیرازی بسن سال چوز سال پهلی این جفت شهر که بنی آدم رگو چی چی شست نشلون این آدم تلق اور دو نام سن گا اعضا چی گا شست نشلون چی چی گا زرمو کا دویونا رگو هم گا ما زرمو یوم چاین دو چوز دار مطان مسلمان نامو لیه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويؤاخذون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصرنا كما نصرت أنبياءك وأولياءك. وصلى الله تعالى سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.